به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس، وزارت خارجه آمریکا در گزارش تحت عنوان گزارش های کشور در مورد تروریسم از دولت پاکستان خواسته است تا اقدامات شدیدتری را علیه شبکه حقانی را اندازی کند. دولت آمریکا تلاش های اسلام آباد در اقدام علیه گروهی مانند شبکه حقانی و لشکر طیبه را ضعیف خوانده تاکید می کند که هنوز شورشیان و افرادگرایان به پاکستان پناه می برند. در همین حال نامزد سفیر آمریکا در پاکستان به مجلس سنای کشورش گفته است وادار ساختن اسلام آباد به سرکوب شبکه حقانی از اساسی ترین مسئولیت های وی خواهد بود. تمرکز اصلی فعالیت ها و تعامل دیپلماتیک من با پاکستانی ها این خواهد بود که آنان را به اقدامات علیه شبکه حقانی تشویق کنم تا بر این شبکه فشار بیشتر آورد. ما در واقع به شکست القاعده من حیث یک سازمان نزدیک شده ایم، اما کارهای زیادی برای مبارزه با تهدید برخواسته از شبکه حقانی باید انجام شود. در همین حال رحمت الله نبی رئیس عمومی امنیت ملی کشور روز چهارشنبه به اعضای مجلس نمایندگان گفت شبکه حقانی رابطه تنگاتنگی با سازمان استخباراتی پاکستان داشته و این شبکه از حمایت کامل سازمان استخباراتی پاکستان برخوردار است. نبیل تأکید کرد که سازمان استخبارات پاکستان در تلاش است تا مانع شامل شدن شبکه حقانی در فهرست CIA آمریکا شود. پاکستان بسیار شدت کار میکنه که شبکه حقانی شامل چیز نشه. شبکه حقانی که شامل لیست CIA چیز شد، جهان شد، حساب گروپای تروریستی، ISI روابطش با او پیدا میشه. دو معمولا تنظیمایی که یا گروپای تروریستی که در لیست CIA شامل میشه، دو واضح میشه هر کس که ایره پناه داد و یا ایره به حساب حمایت کرد و یا چیزی کمک کرد، او هم در لیست CIA شامل میشه. اوتومات سازمان ISI و پاکستانی ها باریکی را میفهمن. اما پیش از این رئیس ستاد کل ارتش ملی کشور روز سه شنبه در نشست مجلس سنا تاکید کرد که آمریکا به گونه جدی پاکستان را وادار نمی سازد تا علیه شبکه های تروریستی اقدام کند. ائتلاف همیشه په داسې یو سیاست غوره کړی دی چې په دې سیاست کې بالخصوص امریکایان نه غواړي چې پاکستان سره مستقیما ځان مواجه کړي. هغه هم دلیل یې روښانه دی، دوی پاکستان نه غواړي چې له لاسه ورکړي، یا د زروي سلاح له طرفه، یا هغه اکمالات چې دوی د پاکستان لرې کړي، یا دغه سابقه تاریخي چې امریکا او پاکستان لري. با این همه برخی از آگان سیاسی میگویند که شبکه حقانی بازوی عملیاتی سازمان استخبارات پاکستان است و تا زمانی که این شبکه از بین نرود صلح در افغانستان ناممکن است. این آگان میافزایند این که آمریکا به گونه جدی پاکستان را وادار به اقدام علیه شبکه حقانی نمیسازد نیازمندی هایی است که آمریکا به پاکستان دارد. شبکه حقانی به حیث بازوی اجرایی و عملیاتی ISI در افغانستان به بدترین جنایت ها دست زده و در واقع موجی از ترور و وحشت و هراس افگنی را در افغانستان به وجود آورده. اما اینکه ایالات متحده آمریکا ملاحظاتی داره، احتیاط هایی میکنه، این شاید ناشی از ناگزیری های آمریکا در منطقه است. پاکستان کوشش خواهد کردن که در یک دو ماه مانع ایجاد بکنه تا شبکه حقانی در لیست CIA داخل نشود. یگانه مانع در راه تامین صلح و ثبات در افغانستان شبکه حقانی است و تا زمانی که شبکه حقانی منهدم نشود ممکن نیست در افغانستان صلح و ثبات مطمئن به وجود بیاید و انهدام شبکه حقانی به معنی انهدام ISI خواهد بود. این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا مقام های پاکستانی گفتند تمامی سعیشان را برای مهار فعالیت‌های شبکه حقانی می کنند، اما عناصر در درون نهادهای استخباراتی و نظامی پاکستان روابطشان را برای عملی کردن اهدافشان پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2014 از افغانستان حفظ کردند.